سناتور جمهوری خواه مارشا بلکبرن در گفتگو با من به نامه جداگانه خود به لوید داستین وزیر دفاع آمریکا اشاره کرد که در آن از حضور آریان تباتبایی در سمت رئیس دفتر دستیار وزیر دفاع ابراز نگرانی کرده و خواستار پاسخگویی درباره وضعیت او تا آخر هفته جاری شده است. نگرانی من این است که چطور ما یک مجوز امنیتی فوق محرمانه برای کسی صادر می کنیم که با نهاد ابتکار کارشناسان ایران به عنوان یکی از مهره های اصلی آن کار کرده و به طور خاص دیدگاه طرفدار ایران را پیش ببرد و برای توافق هسته ای ایران فشار بیاورد بنابراین برای من این سوال برانگیز است که این موضوع در مرحلی بازنگری مجوز امنیتی او مطرح نشده و برای اعطای مجوز امنیتی خانم تبا طب که در آن سمت منصوب شده و به اطلاعات حساس دسترسی داشته ضروری است این مجوز بازنگری شود. با توجه به این سنت دیپلماسی که در فقدان روابط سیاسی میان دو دولت معمولا تماس کارشناسان و سیاستگذاران با مقامات آن دولت ها سعی در یافتن راه حل می کنند، نظر سناتور بن را در این مورد خاص جویا شدم. من از این نگرانم که کسی که عضو اصلی این گروه بوده زمانی که میخواست در کنگره شهادت بدهد با یکی از همکارانش در وزارت خارجه ایران تماس گرفته تا در مورد آنچه قرار است بگوید راهنمایی بخواهد قبل از آن هم او در مورد شرکت در کنفرانسی در اسرائیل راهنمایی خواسته بود که او باید برود و برخلاف کارمند دیگری که در موضوع طرفداری از اسرائیل صحبت میکند او در طرفداری از جمهوری صحبت کند. دستیار وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در کنگره به اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت وزارت دفاع فعالانه اجرای قوانین و سیاستها در مورد اعطای مجوز امنیتی به آریان تباتبایی را بررسی می کند. سناتور بند در این مورد چنین گفت. ما میدانیم که همکار قبلی او رابرت مالی به حال تعلیق درآمده و مجوز امنیتی او مورد تحقیق و بررسی است. فکر می کنم تعلیق تبا طب هم تا زمانی که تحقیقات کاملی در مورد او انجام شود لازم است و مجوز امنیتی او باید به حال تعلیق درآید. ما می اطمینان حاصل کنیم که افرادی که بر سر میز مذاکره در مورد معاملات حساس و مهم برای ایالات متحده حضور دارند در هر که می کنند باید در درجه اول بهترین منافع ایالات متحده را دنبال کند سناتور جمهوری خواه با تاکید به صدای آمریکا گفت هدف ما از این موشکافی اطمینان از امنیت ایالات متحده و شهروندان آمریکایی است شهرلا راستی صدای آمریکا واشنگتن